استرارات تکنولوژی ما رو مجبور میکنه که همیشه یه مقدار از برنامه‌های روز دور باشیم. یعنی همین الان که شما این برنامه رو دارید نگاه میکنید، این برنامه 2 هفته پیش ثبت شده. بنابراین ببخشید، مثل اینکه 1 هفته پیش ثبت شده. بنابراین تعجب نکنید که من امروز دارم راجع به آقای دکتر تهرانی صحبت میکنم. دکتر تهرانی یکی از باسوادترین، شریفترین، نجیبترین، مهربانترین فرزندان ایران بود که در حدود 2 هفته پیش درگذشت و درگذشت وی واقعا مایه تأثیر و اندوه بسیاری از دوستانش و بسیاری از کسانی که او رو میشناختند شد. منوچهر تهرانی وقتی که من در سال 1331 وارد دانشکده حقوق شدم، ایشون در سال دوم دانشکده حقوق بود و ما بچه های سال اولی که هنوز هم احترام لازم رو برامون کسی قائل نبود، در حدی نبودیم که با آقای دکتر تهرانی و آدم های نظیر او که جزء شاخصان دانشکده حقوق به شمار می رفتن دوستی و رفاقت داشته باشیم. آدمی بود بسیار بسیار شریف، دانشمند، نه تنها در رشته حقوق بلکه در بسیاری رشته های دیگر. زبان آلمانی و زبان انگلیسی رو در همون موقع که سال دوم دانشکده حقوق بود خیلی خوب میدونست و خود این بهش امکان میداد که سواد و شعور و معلومات خودش رو در رشته های مختلف بتونه گسترش بده. وقتی که من سال سوم دانشکده حقوق رسیدم که طبیعتاً آقای دکتر فاطمی همون سال فارغ التحصیل بود، سال 1332 بود، یعنی چند ماهی از ماجرای 28 مرداد میگذشت و طبیعی است که در تمام محافل کوچک دانشجویی صحبت فقط از ماجرای 28 مرداد بود و درباره اینکه این حادثه آیا به نفع ایران هست، آیا به ضرر ایران هست، مقصر اصلی کیست، مقصرهای درجه دو کی هستن و نظایر اینا. ولی در همون سال در حدود ماه آذر بود که به لطف دکتر تهرانی یک بحث دیگری در دانشکده حقوق پیچید که به نظر من نشانه از شخصیت خاص دکتر تهرانی بود. گفتند که شاگرد دوم دانشکده حقوق در امتحانات آخر سال به آقای دکتر تهرانی گفته است که شما به هر حال از نظر امکانات مالی در حدی هستید که میتونید خودتون به خارج سفر کنید و تحصیلاتتون ادامه بدید و از اون مهمتر که خودتون پیش از این که حتی به دانشکده حقوق بیایید چند سالی رو در خارج گذروندید. ولی من به یک خانواده فقیر تعلق دارم و امکان این که بتونم امکانات مالی سفر به خارج رو برای خودم فراهم کنم ندارم، بنابراین راهی جز اینکه شاگرد اول بشم ندارم. خواهش میکنم که شما صرف نظر کنید از مقام شاگرد اولی تا من شاگرد اول بشم. ماجرای مطلوب، زیبا و شاعرانه این استش که دکتر تهرانی پذیرفته بود و به عمد یکی از ورقه های امتحانیش رو در امتحان کتبی خراب کرد تا اینکه به مقام شاگرد دوم بیاد و اون آدم شاگرد اول بشه. اون آدم شاگرد اول شد و به هزینه دولت به خارج رفت و برگشت، صاحب مقاماتی هم شد و البته تا اونجا که من میدونم همیشه هم نسبت به این ماجرا حق شناس بود. اینکه یک آدم در سال سوم و در محیطی شبیه محیط ایران حاضر باشد که یک چنین گذشتی در حق یک همکلاس خود بکند، زبانزده خاص و عام شد. البته من در اون موقع خیلی نزدیک به آقای دکتر تهرانی نبودم، ولی سالها بعد یک روز که برای دیدن پسرعموی خودم به بانک توسعه صادرات رفته بودم،
و طبیعتاً به دعوت او رفتم پشت گیشه و نشستم و یک چایی هم به ام سفارش دادن. دیدم که دکتر تهرانی هم اونجاست. دکتر تهرانی رو پسرمون و من رو به هم دیگه معرفی کرد و آقای دکتر تهرانی با وجود اینکه چندین سال از دوران تحصیل دانشکده حقوق میگذشت، با خصوصیات کامل و جزئیات کامل به من گفتش که بله، شما لباسی که میپوشیدید این رنگی بود، اینجوری راه میرفتید، بیشتر با فلان صحبت میکردید بیار و نظایر اینها، و که نشون دهنده یک حافظه درخشان و عجیب بود. من البته خب ابراز حیرت کردم و او گفتش که من حافظم رو خودم ساختم و به هیچ وجه منتگذار و ممنون خداوند نیستم، برای اینکه من برای اینکه حافظه خودم رو ورزش بدم هر شب یک غزل از حافظ حفظ میکنم و وقتی که به پایان میرسونم دوباره از سر شروع میکنم و اگر غزلهای دیگری هم از شعرهای دیگر ببینم حتما اونها رو هم حفظ میکنم. و البته راست میگفت. تا بعدها که ما خیلی به هم نزدیک شدیم، من دیدم که گنجینه علمی او و گنجینه شعری او چقدر گرانبها و پرارزشه. آقای دکتر تهرانی در همون جلسه صحبت کردن که آقای دکتر مجیدی هم اونجاست. من اون موقع البته آقای دکتر مجیدی رو نمیشناختم، ولی ظاهرا ایشون هم در همون بانک بود. و بعد هر سه اینها با هم به سازمان برنامه رفتند و در سازمان برنامه هم آقای دکتر تهرانی خوش درخشید، بخصوص در کار بودجه و بودجه نویسی، به طوری که بعدها هم که آمده بود در خارج و در به کارهای سیاسی می پرداخت، امور مالی و امور اداری چند شعبه سیاسی رو و چند سازمان سیاسی رو در خارج به عهده داشت. بعدها وقتی که آقای منوچهر گنجی به وزارت آموزش پرورش رسید، طبیعی بود که دوست خودش آقای منوچهر تهرانی رو با خودش به وزارت آموزش پرورش ببرد و در اونجا معاون مالی و اداری وزارت آموزش پرورش شد، که من در اون دوره خب خیلی پهلوش می رفتم، اغلب به خاطر ابلاغ درخواستای دوستانی که می دونستن که من کم و بیش با آقای دکتر تهرانی نزدیک هستم و خواستای خودشون و خواهشای خودشون و انتقادهای خودشون و حرفهای خودشون رو به من می زدن و من از طریق آقای منوچهر تهرانی و یکی دیگر از معاونان آقای منوچهر گنجی به اطلاع وزیر می رسوندم. به همین منوال گذشت و طبیعی است که وقتی که آقای منوچهر گنجی به خارج آمد و در اواخر دوران گذشته، یعنی ببخشید اوایل دوران سیاسی مبارزات سیاسی اون زمان که آقای گنجی اینجا مسئولیت سازمان درفشکاویانی رو به عهده داشت، طبیعی است که آقای منوچهر تهرانی هم با او بود و با او همکاری میکرد. و بعد از اینکه ماجرا به پایان رسید و آقای منوچهر گنجی به آمریکا بازگشت، آقای دکتر تهرانی هم برگشت به کشور آلمان که اونجا بزرگ شده بود، زبانش رو خیلی خیلی خوب میدونست، تحصیلاتش هم در اونجا کرده بود، دکترای حقوقش رو هم در اونجا گرفته بود. در مدتی که البته در پاریس بود، طبیعی است که من بدون اینکه عضو سازمان آقای گنجی باشم با آقای منوچهر تهرانی خیلی نزدیک شدم و طبیعی است که با همسرش که تصادفاً دختر خالش هم بود آشنا و نزدیک شدیم و من شناختمش و دیدم که چه بانوی نازنینی است. اخیراً بعد از اینکه مجله رهاورد دوران جدید خودش رو شروع کرد، من از ایشون خواهش کردم که با رهاورد همکاری بکند و ایشون پذیرفت و مقالات بسیار بسیار پرمغزی در زمینه‌های تاریخی و فلسفی شروع کرد به نوشتن که طرفداران بیشماری داشت. این که میگم طرفداران بیشماری داشت تعارف نیست، برای اینکه وقتی که ایشون به علت کسالتی که پیدا کرد قطع کرد همکاریش رو، ما نامه‌های فراوانی
مجله راهاورد دریافت کرد از اقصی نقاط کشور که اعتراض میکردن که چرا دیگرشون نمی نویسه. ولی متاسفانه وقتی که برای یک سفر کوتاه به پاریس اومده بود و من احساس کردم که دیگر دکتر تهرانی بیش از اون خسته است که آدم انتظار داشته باشد که بتونه قلم روی کاغذ بگذاره، با وجود اینکه خانومش از من حتی خواست که به فشار بذارم تا دکتر تهرانی باز هم کار بکنه تا اینکه بتونه یک جوری به عالم فعالیت ها بازگردد، هرچی که من اصرار کردم دیدم تواناییشو نداره. آدم بسیار نازنینی بود، آدم نجیبی بود، آدم بسیار مطبوعی بود و اون چه که میشه در مورد زندگی او گفت این استش که همچنان که آرام مطبوع و مهربان زندگی کرد، آرام و مطبوع و مهربان هم درگذشت. خانومش تعریف میکرد که شب بیدار شد، از من کمی آب خوردن خواست، من آب آوردم و بهش دادم، آب رو نوشید، تکیه کرد به بالش خودش و درگذشت. البته طبیعی است که به پزشک اطلاع دادن و آمدن، ولی پزشک گفتش که متاسفانه کاری نمیشه کرد. خانومش میگفت خواهش کردم که جسد رو رها کنند که من تا صبح باهاش باشم. موندم، ازش خداحافظی کردم، وعده به قیامت و فردا آمدند و بردنش. مرگ هیچ یک از دوستان من این همه آثار حزن و اندوه در بین اطرافیانش به پا نکرد. مردی بود به غایت نجیب، به غایت دوست داشتنی، به غایت شریف، به غایت دانشمند که جاش واقعا خالی است. از تشریف فرمایی پوتین به مسجد مسلمانان مسکو و مشارکتش در مراسم افتتاح این مسجد، مسجد جدید الاحداث، قبلا سخن گفتیم. حجت الاسلام و المسلمین ولادیمیر پوتین آشی را که بار گذاشته است با لذت می چشد. این شوربا ترکیبی است از تزاریسم، کمونیسم و اسلامیسم. به برکت چنین آشی است که او کریمه را پس گرفت، در اوکراین پیش می رود، در سوریه اسب می تازد و به جانبداری از بشار الاسد حلما مبارز می گوید، در ایران هم بر سر سفره انقلاب اسلامی نشسته است و به کوری چشم غربیان با آیت الله ها هلوگل مبادله می کند. آرزوی تزارها و استالین و جانشینانش این بود که به چنین موفقیتی دست یابند. اما تزاریسم را کمونیسم به خاک سپرد و کمونیسم در پشت دروازه کشورهای اسلامی متوقف شد، زیرا اسلام راه بر آن بسته بود. چه کسی فکر می‌کرد روزی و روزگاری یک عضو پیشین کاژبه که به جای استالین بر تخت فرمانروایی روسیه تکیه زده، حربه بازدارنده کمونیسم یعنی اسلام را از دست آمریکا و اروپا برباید و وسیله عقب راندن آنها از سرزمین اسلام قرار دهد. در سال 1332، چند ماهی پس از
واقعی 28 مرداد ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری آمریکا به تهران سفر کرد. آن زمان من خبرنگار پارلمانی اطلاعات بودم و با مرحوم سید مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی هم دوستی نزدیک داشتم. آقا مصطفی در یک گفتگوی محرمانه به من گفت نیکسون اظهار علاقه کرده است او را ببیند و زمان ملاقات و محل ملاقاتشان هم تعیین شده است. به آقا مصطفی گفته شده بود این ملاقات کاملا خصوصی و محرمانه است و نباید در جایی منعکس شود. خود او هم متعجب بود که مطلب از چه قرار است. نیکسون بیش از 3 روز در تهران نمی ماند و برنامه اقامتش چنان فشرده بود که جایی برای یک ملاقات غیر رسمی آن هم با سید مصطفی کاشانی نمی گذاشت مگر به دلیل اهمیت موضوع. ساعتی پس از انجام ملاقات در اقامتگاه نیکسون آقا مصطفی به من گفت نیکسون میگوید قلمرو تشیع از سواحل مدیترانه تا سواحل دریای هند گسترش دارد و چندین کشور اسلامی را در بر میگیرد. روسیه شوروی به این کشورها چشم طمع دارد و کمونیست ها را همونطور که در ایران مشاهده شد برای استفاده از فرصت و چنگ انداختن بر قدرت در این کشورها تشویق و تقویت میکنند. تنها راه مقابله با این توسعه طلبی توسل به اسلام است و تشیع میتواند سد محکمی باشد برای حفظ این کشورها از خطر کمونیسم. نیکسون سپس افزوده بود بر اساس این محاسبه کارشناسان آمریکایی نظر دادند ایران به دلیل موقعیت استراتژیکش می تواند پایگاه اصلی چنین مقاومتی باشد. برای این منظور همانطور که کاتولیک ها از پاپ اعظم تبعیت می کنند می بایستی یک مرکز مرجعیت شیعی مانند واتیکان به وجود آید و برای زعامت و ریاست چنین مرجعی مناسبتر از پدر شما آیت الله کاشانی کسی نیست. در صورتی که ایشان آمادگی داشته باشند ما نیز کمک می‌کنیم تا این مرکز شکل بگیرد و ایشان در رأس آن قرار گیرند. آقا مصطفی مرحوم طبعا از این دیدار و آنچه شنیده بود خوشحال بود، خوشحال برگشت. اما روز بعد که او را دیدم سخت افسرده و گرفته بود. گفت میدانی چه شد؟ من یعنی آقا مصطفی به تصور آن که مژده مسرت بخشی برای پدرم میبرم رفتم خدمتشان و قضایا را نقل کردم و منتظر بودم که لااقل لبخندی بر لبشان بنشیند. اما هنوز حرفم تمام نشده بود که ایشان با حالتی غضبناک به من پرخاش کردند و گفتند نیکسون غلط کرده که تو را خواسته و چنین حرفی زده. آمریکا غلط میکند که در کار اسلام مداخله کند و برای مسلمان ها تکلیف معین کند. خلاصه جوابش را با کلماتی خشم‌آلود و کف دست من گذاشت و حالا ماندم به کسی که قرار است جواب آقا را به او برسانم چه باید بگویم. چندگاهی از این ماجرا نگذشت که آفتاب بخت آیت الله کاشانی غروب کرد و وقتی در پاسخ سوال خبرنگاران راجع به تجدید رابطه با دولت انگلستان اظهار داشت
ملت شریف ایران هرگز تن به این رذالت نخواهد داد و هر روزی که دولت اعلام تجدید رابطه بدهد روز عزای ملی است و باید مردم نوار سیاه به سینه نصب کنند. سرتی فرزانگان، وزیر پست و تلگراف و سخنگوی دولت، از حضرت آیت الله کاشانی به عنوان شخصی به نام سید کاشی که در کارهای مملکت فضولی می کند نام برد. و بالاخره چند روز بعد امیر اسدالله علم در یک دیدار خصوصی با آیت الله کاشانی به وی توصیه کرد برای آنکه کار به جاهای باریک نکشد بهتر است قبل از آنکه دولت او را بازداشت یا تبعید کند خودش از تهران دور شود و مدتی در مشهد اقامت گزیند، که همونطور هم شد. آیت الله کاشانی سعادت آن نداشت تا برآمدن آفتاب عالمتاب اسلام را با تشکیل حکومت اسلامی و استقرار ولایت فقیه در کشور امام زمان مشاهده کند و از آیت الله خامنه ای بیاموزد که اندل اقتضا می توان قبله را از کعبه به از مکه به مسکو منتقل کرد و رو به جانب کرملین نماز گذارد تا پوتین دستت بگیرد و در جامعه جهانی حمایتت کند. مرگ بر آمریکا. امسال سال 2015 بیستمین سالگرد کشف سیاره هایی است که بیرون از راجمان یا منظومه خورشیدی خودمان به گرد ستارگان دیگر می‌گردند. در گفتار امروز به این گونه سیاره ها که در اخترشناسی به آنها اگزوپلنت، برون سیاره یا اکسترا سولار پلنت، سیاره استر خورشیدی می‌گویند می‌پردازند. کشف این سیاره ها بسیار مهم است از جنبه های گوناگون. نخست اینکه سده ها یکی از پرسش های فلسفی بیپاسخ انسان این بوده که آیا ما تنهاییم یا در جاهای دیگر کیهان جانداران هوشمند زندگی می کنند. این پرسش در دین ها کفر شمرده می شده، تا آنجا که جوردانو برونو فیلسوف ایتالیایی پایان سده 16 هم جان خود را بر سر آن نهاد. جوردانو برونا را واتیکان در سال 1600 میلادی پس از 8 سال محاکمه و شکنجه زنده در آتش سوزاند، چون گفته بود که گیتی بیکران است و مرکز ندارد. ستارگان هر یک خورشیدی است و به گرد آنها سیاره هایی چون زمین در گردشند. چنین اعتقادی در آن زمان کفر تلقی می شد و روحانیان نمی توانستند آن را بپذیرند، چون زمین را مرکز گیتی می دانستند و انسان را اشرف مخلوقا. در این تصویر تندیس برونزی جوردانو برونو را می بینید که در سال 1889 برای بزرگداشت او در همان جایی که او را آتش زدند برپا کردند، در میدان کمپو د فیوری در شهر روم، رو به واتیکان ایستاده و با نگاه تحقیرآمیزی به آن سو می‌نگرد. امروز می‌دانیم که اگر جانداران هوشمند وجود داشته باشند باید در سیاره ها زندگی کنند. ناممکن است که در ستاره ها موجود زنده وجود داشته باشد، زیرا ستاره ها از گاز بسیار داغ درست شدند و جامد نیستند. برای نمونه خورشید ما توده است از گاز با دمای سطحی 6000 درجه سانتیگراد، دمای هستش 15 میلیون درجه است. گذشته از این، ما تاکنون تنها با یک راجمان منظومه ستاره‌ای سر و کار داشتیم، یعنی راجمان خورشیدی خودمان. کشف و مطالعه راجمان‌های دیگر شناخت ما را از دیسش فرماسیون سیاره‌ها بیشتر و ژرف‌تر خواهد کرد و به بهتر فهمیدن راجمان خورشیدی خودمان می‌انجامد.
نخستین سیاره استر خورشیدی را در سال 1995 دو اخترشناس سوئیسی کشف کردند، میشل مایاخ و دانشجویش دیدیه کلوز، که در آن زمان تز دکترای خود را آماده میکرد. این کشف که در نپاهشگاه اوت‌پروانس فرانسه با بکار بردن تلسکوپی دو متری و دستگاه بینابنگاری به نام الودی انجام شد، کار یک شب یا یک هفته نپاهش نبود. دستاورد سالها پژوهش و نپاهش پیگیری بود، زیرا برون سیاره ها را نمی توان دید. بسیار کوچکتر از ستاره اند، از خود نوری ندارند، نور ستاره ای را که به گردش می گردند باز می تابند. نور سیاره 1 میلیارد برابر از نور ستارهش ضعیفتر است و در نور ستاره غرق می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، مانند این است که شما در تهران باشید و در 1000 کیلومتری در شهری دیگر، مثلا زاهدان، نورافکنی روشن باشد و شما بخواهید با دوربین از تهران پشه ای را که از جلوی نورافکن می گذرد ببینید. چنین کاری در آن زمان ممکن نبود. برون سیاره ها را به چند روش می توان یافت. اختر فیزیکدانان سوئیسی این کار را با اندازه‌گیری سرعت مداری سیاره انجام دادند، به این معنا که گرچه سیاره زیر سلطه نیروی گرانشی ستاره است و به گرد ستاره می گردد، ولی سیاره هم کمی بر ستاره اثر می گذارد و حرکت آن را دستخوش کمی تغییر می کند. در واقع ستاره و سیاره هر دو به گرد گرانیگاه مشترکی حرکت می کنند. ستاره گاه به این گرانیگاه نزدیک می شود و گاه دور. با اندازه‌گیری سرعت مداری ستاره به یاری بینابنگاری که دارای توانایی های لازم باشد، از راه پدیده دوپلر می توان به وجود سیاره یا سیاره ها پی برد و ویژگی های فیزیکی آنها را به دست آورد. فرض کنیم که جانداران هوشمندی در سیاره ای استر خورشیدی بخواهند بدانند که آیا خورشید سیاره دارد یا نه. اگر حرکت خورشید را زیر نظر بگیرند و دستگاه های اندازگیری پرسون دقیق داشته باشند، خواهند دید که حرکت خورشید در کهکشان دارای نوسان هایی است به اندازه 12 متر در ثانیه. از این می توانند نتیجه بگیرند که پیرامون خورشید سیاره ای هست با جرم 1000 جرم خورشید، که همان سیاره مشتری یعنی بزرگترین سیاره راجمان خورشیدی است. این نخستین سیاره استر خورشیدی به گرد ستاره ای می گردد که 51 پگاسی نام دارد. فاصله اش از زمین 48 سال نوری است، یعنی نور که با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند به 48 سال وقت نیاز دارد تا از آنجا به ما برسد. ویژگی های فیزیکی این ستاره همانند ویژگی های خورشیدند. دمای سطحش 5,800 درجه سانتیگراد است. کمی از خورشید بزرگتر است و کمی پرجرمتر. 1.2 میلیارد سال از خورشید کهنسالتر است. جرم سیاره دست کم نصف جرم هرمز یا مشتری بزرگترین سیاره راجمان خورشیدی است، یعنی بیش از 150 برابر جرم زمین. پس این سیاره از نوع سیاره های غول‌پیکر است، نه زمینی. شگفت‌انگیز این که فاصله‌اش از ستاره‌اش بسیار کم است، کمتر از فاصله عطارد از خورشید. هر 4 روز یک بار به گرد ستاره‌اش می‌گردد، یعنی سالش 4 روز زمینی است، حالان که مشتری هر 12 سال یک بار به گرد خورشید می‌گردد. اختر فیزیکدانان هرگز چنین حالتی را پیش بینی نکرده بودند که سیاره غول‌پیکری این اندازه به ستاره‌اش نزدیک باشد. دمای میانگین این سیاره 1200 درجه سانتیگراد است، حالان که دمای میانگین زمین 15 درجه است و دمای لایه‌های بالایی مشتری منهای 145 درجه سانتیگراد است. از آن پس صدها سیاره دیگر از این نوع یافتند که آنها را هرمز یا مشتری داغ می‌نامند. همکنون پی برده ایم که این سیاره های غول‌پیکر در فاصله های دور از ستارهاشان به وجود می آیند، ولی بر اثر پدیده های دینامیک در دیسک گاز و غبار پیرامون ستاره، پیرا ستاره‌ای به سوی ستاره مهاجرت می کنند. گفتم روشی که اختر فیزیکدانان سوئیسی به کار بردند تنها روش کشف سیاره های استر خورشیدی نیست،
یک روش دیگر که با بیشتر شدن حساسیت آشکارگرها ممکن شده است، اندازه‌گیری کاهش نور ستاره است وقتی که سیاره از جلویش می‌گذرد. به این روش گذر سیاره‌ای می‌گوییم. ولی این کاهش نور بسیار کم است و تنها آشکارگرهای بسیار حساس می‌توانند آن را ضبط کنند. این کار را بیشتر با تلسکوپ‌هایی که در فضا در مدارهای گرد زمین قرار دادند انجام می‌دهیم. هم‌اکنون نزدیک به 2000 سیاره استرخورشیدی یافته‌ایم که 100% درباره‌شون اطمینان داریم. 4700 سیاره دیگر یافته شدند که باید نپاهش‌های آینده آنها را تایید کنند. از میان این 2000 سیاره ثابت شده در حدود 500 تا از آنها چند تایی با هم به گرد یک ستاره می‌گردند و راجمانی مانند راجمان خورشیدی پدید می‌آورند. حال می‌رسیم به این پرسش که آیا در این سیاره ها جاندار هوشمند زندگی می‌کند؟ زیست صورتی است از ماده که هر جا اوضاع و احوال فیزیکی و شیمیایی مناسب باشند پدید می‌آید. نخست به دیسه بسیار ساده و سپس اگر محیط مناسب باشد به دیسه های پیچیده تر فرگشت می‌یابد. بنابراین دلیلی ندارد که ما زمینیان تنها جانداران هوشمند گیتی باشیم. چنین استثنایی بزرگی در دانش‌های فیزیکی توضیح پذیر نیست. با کشف سیاره‌های استرخورشیدی رشته تازه‌ای در دانش‌های فیزیکی پدید آمده که پیوند میان اخترفیزیک و زیستشناسی است. به آن اگزوبیولوژی می‌گویند، برون زیستشناسی. برای یافتن جانداران هوشمند استر زمینی باید در ناحیه زیست پذیر پیرامون ستاره ها به دنبال آنها گشت. این ناحیه پیراستاره‌ای جایی است که در آن آب می‌تواند به دیسه مایع وجود داشته باشد، زیرا زیستی که می‌شناسیم زیست زمینی به آب بستگی دارد. بسیار نزدیک به ستاره دما بسیار است، بسیار دور از ستاره سرد است و اوضاع و احوال برای پدید آمدن زیست مناسب نیستند. البته ممکن است که گونه دیگری زیست وجود داشته باشد که بر آب استوار نباشد و ما آن را نمی‌شناسیم. ناحیه زیست پذیر بستگی دارد به تابندگی ستاره، یعنی اندازه انرژی تابشی آن. هرچه تابندگی بیشتر باشد ناحیه زیست پذیر دورتر از ستاره است. زیست همچنین بستگی دارد به ویژگی های فیزیکی سیاره. مریخ و زهره هر دو در ناحیه زیست پذیر خورشیدند، ولی در آنها زیست وجود ندارد. ناحیه زیست پذیر پیراستاره‌ای چنان که گفتم به ویژگی های ستاره بستگی دارد، اما این شرط کافی نیست. شرط دیگر جای ستاره است نسبت به مرکز کهکشان. احتمال اینکه زیستی از نوعی که در زمین می‌شناسیم در ناحیه‌های نزدیک به مرکز کهکشان پدید آید بسیار کم است، چون آن ناحیه‌ها بسیار آشوبناکند و آکنده از تابش‌های کشنده و بادهای ستارگان پرجل. از این گذشته ترکیب شیمیایی ماده در اون ناحیه‌ها بسیار با ترکیب شیمیایی زمین تفاوت دارد و با زیستی که می‌شناسیم جور در نمی‌آید. برآوردی تقریبی نشان می‌دهد که در کهکشان ما 10 تا 15 میلیارد سیاره همانند زمین وجود دارد و می‌دانیم که گیتی دارای میلیاردها کهکشان است. به هر حال یک مسئله بسیار بسیار بزرگ فاصله سیاره‌های استرخورشیدی از زمین است. نزدیکترین سیاره استرخورشیدی به زمین 12 سال نوری از ما فاصله دارد و می‌دانیم که این سیاره زیست پذیر نیست، چون مدارش بسیار به ستارهش نزدیک است. سالش 12 روز است. نزدیکترین سیاره سنگی و زیست پذیر که تاکنون کشف شده در فاصله 21 سال نوری از ما قرار دارد. رفتن به آنجا ممکن نیست. سفر صدها یا بلکه هزاران سال طول می کشد و به انرژی های سرسام‌آور نیاز دارد. برای سفر باید شهر کوچکی را سوار فضاناو کرد و فضاناو باید آن اندازه بزرگ باشد که بتواند انرژی لازم و جا برای نسل‌های آینده مسافران را در خود جای بدهد. وقت ما به پایان رسید. فیزیکدان ایتالیایی انریکو فرمی، برنده جایزه نوبل فیزیک 1938، در سال 1950 این پرسش را پیشنهاد که اگر پیدایش زیست هوشمند پدیده‌ای است که به فراوانی در کهکشان روی می‌دهد، چرا
هوشمندان استرزمینی را نمی‌بینیم. این پرسش همکنون پارادخش یا پارادوکس فرمی نام گرفته است و درباره‌اش پژوهش‌ها کردند و بسیار نوشتند. در آینده گفتاری را به پارادخش فرمی اختصاص خواهم داد. از چشمه روان آب ناپیدا شد، در آتش آسمان زمین صحرا شد. اوهام بهشت روزنی داشت به باغ، در باغ دری سبز به دوزخ وا شد. سلام و درود به هم‌میهنان و همزبانان عزیزم. در گفتارهای پیشین درباره این واقعیت تلخ و خسرانبار که حکومت روحانیت شیعه تاریخ ایران و هویت تاریخی و فرهنگی و ملی این کشور رو در تمامیت خودش ناچیز انگاشت و نادیده گرفت و حتی به اون اهانت کرد سخن گفتیم و به این نکته اشاره کردم که چگونه ایران را به عنوان یک کشور و به عنوان سرزمین تاریخی یک ملت در برابر یک ایدئولوژی دستساز حکومتی که در جلد تشیع انقلابی پنهان شده بود و خود را اسلام عزیز مینامید قرار دادند. معنای این رفتار حاکمان نورسیده بعد از سال 1358 آن بود که ملایان خودشان را در ایران در موقعیت اعراب مسلمان سده اول هجری نشاندند و ایرانیان را در موقعیت کفاری که میباید از نو مسلمان بشوند، در حالی که مردم ایران مسلمان بودند و اسلام در همه شاخه هایش در ایران آزاد بود و مشکلی نداشت و کشور هم کشور بیگانه نبود، مملکت خود آنها بود. با وجود این، حاکمان نورسیده ایران را از سال 1357 به بعد به چشم سرزمین فتح شده و غنیمت جنگی نگاه کردند. این عمل هیچ معنای دیگری جز اشغال دوباره ایران، منتها این بار از سوی ایرانیانی که با طرز فکری بیگانه و با برنامه بیگانه قصد حکومت بر ملت ایران را داشتند، نداشت. نورسیدگان به زعامت روحانیت شیعه نشان دادند که نه از کشور چیزی میفهمند، نه از ملت و نه از حکومت. آنها یک مدل و سرنمونی از یک مدینه فاضله موهوم و اسطوره‌ای در اعماق تاریخ گمشده داشتند و خودشون هم تصور درستی از اون نداشتند و اصولا چنین مدینه فاضله‌ای هرگز در جهان به وجود نیامده بوده است. این رو در ذهن خودشون پرورش داده بودن و اکنون که ابر و باد و مه و خورشید و فلک به اضافه اغراض و منافع قدرت‌های بین المللی در کار آمده بودند و آنها را از منبر روزخانی به تخت پادشاهی رسانده بودند، پایشان را در یک نعلین کرده بودند و به هر قیمت، حتی به قیمت نابودی ایران، می‌خواستند که آن مدینه موهوم فاضله فرضی و خیالی را که گویا در حجاز و یثرب دهه‌های نخستین هجری موجودیت یافته بوده است، در قرن 21 روی ملت ایران پیاده کنند. نام آن را هم حکومت اسلام عزیز گذاشته بودند یا اسلام ناب محمدی و برای آن یک تئوری عجیب و غریب اسارتبار، اهانت‌آمیز و بی‌نهایت واپسگرا و مستبدانه ساخته بودند، تئوری که مردم ایران را تا حد صغار و مهجور و دیوانگان و ایتام بی سرپرست دچار سقوط می‌کرد و یک ملای روزخان را جانشین خدا و صاحب امر مطلق و ولی و قیم ملت ایران می‌انگاشت. در هر حال 36 سال تجربه خونین غمبار و خسران‌آور نشان داد که حکومت کردن، آن هم بر کشوری مثل ایران، آن هم در قرن 21، کار روحانیونی نیست که به آثار گذشته تعلق دارند.
پیش از این گفتم که صعود یک صنف روحانی به اریکه قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی در ایران که کشوری است بسیار کهنسال و میراث‌دار فرهنگی ریشه دار، با مردمی متنوع، برخوردار از پیش زمینه های گوناگون فرهنگی و فکری و قومی و اعتقادی، بی سابقه بود و مدعیان تصاحب قدرت به نام تشیع 12 امامی که خود به گوهر و بنابر اندیشه سیاسی و مذهبی و فلسفیش هرگز با قدرت و حکومت میانه ای نداشته بوده است، در واقع جمعی بدعتگذار قدرت طلبند که دست به اقدامی بنیانسوز ضد ملی و در نتیجه ضد ایرانی زدند. پیش از این گفتم که به شهادت تاریخ و به شهادت اسطوره‌های ملی و قومی و دینی و نیز به شهادت تاریخ تشیع روحانیون مطلقاً در امور کشورداری و امر سیاست کشوری هرگز دخالت مستقیم نداشتند و تشیع آنها برای سپردن قدرت به ملایان منبری و حکومت کردن بر کشوری که میراث‌دار نخستین امپراتوری در جهان بوده است ساخته نشده بود. آنچه روحانیت شیعه دست به ارتکاب آن زد در حقیقت بدعتی است که به رهبری آیت الله خمینی با همکاری جمعی درس خوانده قشری جاه طلب ماکیاولیست برای نخستین بار در ایران نهاده شد. این بدعت سرنوشت کشور ما را دچار مخاطره‌ای مرگبار کرده است. روحانیون با تصاحب موقعیت و مقام پادشاه که به آن ولایت فقیه نام دادند، به دو تصرف عدوانی و دو غصب بزرگ تاریخی دست زدند. نخست، آنها نهاد سلطنت را به مصادره نهاد روحانیت درآوردند و با این کار بنیادهای تمدنی و تاریخی ایران را زیر و رو کردند. در واقع جای پادشاه مستبد ساختار سنتی و کهن پادشاهی را به یکی از افراد صنف روحانیت دادند و او را فقیه و مقام ولی امر نامیدند. و البته یادآور شوم که این کار را بیش از 100 سال بعد از آن که مردم ایران به یمن انقلاب مشروطیت صاحب پارلمان و برخوردار از حق حاکمیت خود شده بودند، اینکه آن حق به تمام و کمال رعایت نشده بود، اصل و واقعیت صاحب حقوق بودن ملت ایران را زیر سوال نمی برد. مصادره تاریخی دوم که از مصادره و تصرف نخستین هم قاصبانه تر و جسورانه تر بود، عبارت از آن بود که به نام ولایت فقیه حق امامان 12 شیعه را که به علت حضور امام 12 در غیبت حق او بود و به ناگزیر حکومت ها قاصب شمرده می شدند، با این حال ضرورت وجود آنها ایجاب می کرد که به قول آیت الله نائینی حاکمان و حکومت دفع افسد به فاسد شمرده بشوند. به هر حال ملایان در روزگار ما با طرح تئوری ولایت فقیه این حق امام غائب را مصادره و تصاحب کردند. تئوری ولایت فقیه به شهادت همه مورخان و به شهادت بسیاری از شیعه شناسان بی‌غرض و مرض حتی در میان جمعی از روحانیون یک بدعت و یک جعل است که برای تصاحب قدرت سیاسی در ایران ترک کردند. از این رو قطعاً تاریخ آن را نه تنها خیانتی به ایران و ایرانیان، بلکه خیانتی به مذهب تشیع و فلسفه انتظار در ایران شیعی ارزیابی خواهد کرد. واقعیت آن است که صنف ملایان به رهبری روح الله خمینی از مشروعیت حرکت انقلابی مردم و از آرزوهای آزادی خواهانه ملت ایران که صرفاً جنبه سیاسی و اجتماعی داشت و هدفش محدود کردن دیکتاتوری فردی شاه بود، سوء استفاده کردند و پشت دین و مقدسات و عناوین غلط انداز مرجع تقلید و آیت الله و روحانیت و نایب امام پنهان شدند. حتی عنوان امام را هم که خاص امامان 12 شیعی و معصوم بود مصادره کردند و مشروعیت متکی بر تدلیس حکومت ساختگی خود را از امام زمان غصب کردند. یعنی یک روحانی را شاه کردند و بعد این شاه را در موقعیت امام زمان نشاندند. البته
گفتنی است که گروهی درس خوانده علوم جدید اما بی حقیقت و فرصت طلب و جاهجو یا قشری و خوشکندیش به نام ملی مذهبی یا روشنفکر دینی به آنان یاری رساندند و حتی برخی از آنان برای انتقال قدرت به روحانیت برای قدرت‌های خارجی دلالی و با آنان زد و بند کردند. نتیجه آن شد که قدرت دنیوی و قدرت اخروی یعنی ناسوت و لاهوت را یک جا در اختیار یک فرد از صنف روحانیت نهادند که قرار شده بود تا به نمایندگی از سوی صنف حکومت بر مردم ایران را تصاحب کند و خود را قیم و ولی امر مردم به شمار آورد. این گونه بود که یک باره صاحبان معنویت و نمایندگان دین و مسئولان امور آخرت مؤمنان یک شبه صاحبان تاج و تخت شدند و اسلحه خانه های کشور را روی دوش خود تعبیه کردند و بر ارتش و پلیس و بودجه ملی و سرمایه های عمومی کشور چنگ افکندند و به جای نعلین پوتین به پا کردند و بهانه‌شان هم این بود که می‌خواهیم اسلام عزیز را پیاده کنیم. خودشان می‌گویند که ما بعد از 1400 سال اسلحه و بیت المال را از مردم گرفته‌ایم و به اهل بیت داده‌ایم. منظورشان لابد از اهل بیت همان اهل بیت روحانیت به خصوص مراجع حاکم و همدستان آنان است. حالان که قصد اصلیشان نه پیاده کردن اسلام عزیز که سوار کردن صنف روحانیت بر دوش ملت ایران بود. دلیل آن همین است که بیش از 35 سال است که هدف اصلی آنها حفظ نظام است. مطلقاً نگران سرنوشت ایران و ملت ایران نیستند. بر طبق فتوای رهبرشان برای حفظ نظام حتی می شود اصول دین را هم زیر پا گذاشت. بنابراین پیاده کردن اسلام که بهانه آنها بود، فرع و برقرار ماندن صنف روحانیت بر تخت حاکمیت در ایران اصل ماجراست. به قول مثال معروف، دعوا بر سر لحاف ملاست. باری با چنین ترفندی است که نام امام زمان را بهانه کردند و پشت اسطوره امام غایب سنگر گرفتند و خود را ولی امر مردم ایران و مسلمانان جهان می نامند. با چنین برنامه عرش به زمین نیامده، اسلام هم پیاده نشده، معنویتی گسترش نیافته، عدلی برقرار نشده، مظلومیتی جبران نشده. اتفاقی که افتاده است این است که روند 100 ساله تحول ایران در زمینه فرهنگ، اقتصاد، دانش، ذهنیت و رفتار اجتماعی جامعه ایران به یک باره گسیخته و نادیده گرفته شده است و برنامه و پروژه شیخ فضل اللهی در دستور کار قرار گرفته است و با ضرب چماق و خونریزی بی سابقه و جنون‌آسا به ملت ایران تحمیل می شود. با این تفاوت که شیخ فضل الله نوری قدرت شرعی و دینی را که از نهاد روحانیت اخذ می کرد بر قدرت استبداد سنتی و واپسمانده فتح‌علی شاهی و ناصرالدین شاهی افزوده و به نام فقیه بر تخت قجر تکیه زده است. برای واقعیت دادن به چنین برنامه شومی 130 سال تاریخ مدرن ایران نادیده انگاشته شده است. تاریخ 100 ساله پس از مشروطیت یکسره پاک شده و شیخ فضل الله و محمد علی شاه هر دو در هیئت یک تن به نام فقیه بر تخت استبداد کهنسال تکیه زده است و صد البته در روزگاری که حکومت‌ها با تکیه بر ثروت زیرزمینی از توانایی‌ها و پتانسیل نظامی و نیروی هول‌انگیز سرکوب و پلیس عصر مدرن برخوردار است و بنابراین زور استبداد سیاسی و خفقان در قیاس با دوران کلاسیک ابعاد نجومی یافته است. روحانیت شیعه با چنین شیوه حکومتی و با چنین ذهنیتی است که به نام حکومت اسلامی بر سرنوشت ملت ایران و نسل‌های آتی چنگ افکنده و ایران را مثل مهاجمان صدر اسلام غنیمت جنگی خود به حساب می آورد. در واقع یک صنف زیاده خواه که مطلقاً ارق میهنی و احساس ملی ندارد و آینده فرزندان ایران مسئله او نیست و به طور کلی فرهنگ اداره یک کشور بزرگ و پیچیده مثل ایران در دوران معاصر را ندارد، خود را دست خدا می نامد و نماینده امام زمان. این است واقعیت ایران امروز. آیا چشمی بینا و گوشی شنوا در میان روحانیت شیعه یافت خواهد شد؟ آیا
ایران میتواند به معجزه امیدوار باشد؟ آیا روحانیون شیفته قدرت به معجزه‌ای ذره‌ای به این ملت و به این کشور خواهند اندیشید و برای نجات آن از اوضاع پرمخاطره‌ای که خودشون به وجود آوردند قدمی برخواهند داشت؟ ایران من که خسته و زارم تو را، آخر چگونه دوست ندارم تو را؟ با من چه می کنی که به خون جگر زین گونه بی شکیب و قرارم تو را؟ چون ماهواره‌ای که به گرد زمین گردان بود، به گرد مدارم تو را. زانسان که دشمنان تو را دشمنم، از یاوران مشفق یارم تو را. با آن که از کنار تو هم برکران، گویی که روز و شب به کنارم تو را. تا در رسد سعادت دیدار تو، رؤیا نورد لحظه شمارم تو را. چون بلبلی که جانب گل می پرد، با یاد گل به گشت و گذارم تو را. تا سردهم سرود سرافرازیت، شعر و سرود و شور و شرارم تو را. چون آتشی که شعله رنگین دهد، رنگین چو دانه های انارم تو را. آن شاخه شکسته باغم، ولی چون میوه رسیده به دارم تو را. آن شاخه شکسته باغم، ولی چون میوه رسیده به بارم تو را. با آن که ره به خطه دیگر برد، شادم که سرنشین قطارم تو را. دشمن اگر به سلسله بندد مرا، باکم نه زان که سلسله دارم تو را. بذر کویر و طعمه طوفان شود، گردانه ها به خاک نکارم تو را. تا خط و رسم و نقش و نگار منی، بر لوح جان به نقش و نگارم تو را. تا دست من به دامن مهرت رسد، هرگز مهر دست ندارم تو را. با سالهای سرد زمستانیم، چشم انتظار فصل بهارم تو را. روزی که سر بلندیت از ره رسد، بر خاک راه آینه دارم تو را. شاد و سرافراز و پیروز باشید.